سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته خم یا خمیدگی معناهای متعدد و متفاوتی داره. پای صحبت علیرضا سیف‌الدینی، نویسنده رمان خم. مروری بر فیلم جهان با من برقص، ساخته سروش صحت. در کارگاه شهرزاد چنگلوایی، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک. رمان خم نوشته علیرضا سیف‌الدینی ماه گذشته تندیس مهرگان ادب یکی از مهمترین جوایز ادبی ایران را به عنوان بهترین رمان سال 97 به دست آورد. در توضیح هیئت داوران مهرگان درباره این انتخاب، به زاویه دید متفاوت راوی در اون مایه تقصیر و اعتراف، معناهای متعدد خمیدگی و همینطور نثر کتاب اشاره شده. نثری که هماهنگ شده با حوادث بیرونی و احساسات درونی راوی. خم سومین رمان علیرضا سیف‌الدینیه که نشر نیماژ منتشر کرده. این کتاب درباره فردیه که به همراه دو دوستش در کار خرید و فروش کتاب‌های دست دومن. اونها به کتاب‌های خطی نفیسی برمی‌خورند، اما کتاب‌ها ازشون دزدیده میشه. راوی که متوجه میشه دزدان چه کسانی هستند، با اونها هم دست میشه و از این راه پولی به دست میاره که باهاش زندگیش رو ارتقا میده و در نتیجه زندگی زناشوییش نجات پیدا میکنه. اما همسر و دختر راوی در طی حوادثی میمیرن. در نهایت راوی تصمیم میگیره که با نوشتن این کتاب به گناهانش اعتراف کنه. علیرضا سیف‌الدینی از تهران با ماست که درباره خم با هم صحبت کنیم. آقای سیف‌الدینی، ایده اولیه کتاب چطور در ذهنتون شکل گرفت؟ ایده اولیه برمیگرده به دوره‌ای که من در ترکیه بودم، یه مدت کوتاه اونجا زندگی می‌کردم در استانبول. یه روز این در واقع به صورت یه تصویر ذهنی به ذهنم رسید، شروع کردم به نوشتن. در جریان این در واقع تحقیق و به هر حال کتاب‌هایی که لازم بود برای خوندنش، کتاب‌هایی دیدم که یکیشم مال ژیل دلوز بود که در مورد انحنا نوشته بود، کتاب بسیار پیچیده‌ایه که من در واقع اون تصویر ذهنی که به ذهنم رسید شخصیتی بود که دوست داشت خونه‌ای داشته باشه که دو طبقه باشه، طبقه دوم داشته باشه. اون تو اون کتاب ژیل دلوز هم به طبقه دوم اشاره می شد، اما اون چیزی که اون می گفت که رو ارواح آدم ها وقتی به خاطر اینکه سبک هستن میرن طبقه دوم. من رمان هنوز کامل ننوشته بودم، ولی اون طبقه دوم تو ذهن من بود و به صورت در واقع تو در طول رمان به صورت خط هم مشخص شده که اونجا یه فضای دیگه است و پایین در واقع جریانات روزمره است، روزانه است. هویت راوی داستان هیچ وقت تو کتاب برملا نمیشه. راوی وقتی از خودش و دوستاش حرف میزنه میگه سه نفر بودن، جواد، شامیل و اسماعیل، و طوری روایت میکنه که خواننده نفهمه کدوم یکی از این سه اسم خود راویه. حتی تو پایان رمانم که میفهمیم راوی این کتاب رو به عنوان اعتراف نامه نوشته، بازم هویتش پنهان میمونه. چرا؟ ببینید، این برمیگرده به همون در واقع خم شدنه، یعنی خمیدگی که عارض بر زندگی این راوی شده. یعنی اینکه کتاب هایی که جزو سرمایه ملی کشوره، یه همچین رفتاری با اون سرمایه ملی میتونه اشتباه بزرگی باشه و اینو درک میکنه. در این حال فکر میکنه که چجوری برگرده، چجوری این راهو برگرده و اون نشونه هایی که در واقع نشونه های خطاست اونا رو پاک کنه، که پیشنهاد دوستش اعترافه که این کتاب همینجوری نوشته میشه، یعنی اعتراف نامه است. اما یه مسئله اصلی که وجود داره اینه که خودش رو بله معرفی نمیکنه. چرا معرفی نمیکنه؟ به نظرم میاد که ما باید به اون سطح، به اون مرحله برسیم تا قدرت اعترافمون رو داشته باشیم و کاملش کنیم، ولی این به اون قدرت، به اون سطح نرسیده.
همه چی رو میگه ولی خودش رو معرفی نمیکنه. تو ادبیات ما هم همین هست، کتاب هایی مثل مثلا سنگی برگوری رو خیلی خیلی کم میبینید. میدونید این عنصر اعتراض در این منطقه به ندرت اتفاق میفته که به نظر من لازمه. اصلا تصویری که از شادی همسر راوی ساختید شاید به نظر بعضیا تصویری کلیشه‌ای بیاد، از زنی که زیادی خواهه، بی منطقه، دنبال چشم و همچشمیه و نگاهی سطحی به زندگی داره. درباره شخصیت شادی بگید. ببینید شخصیت شادی یا هر شخصیت دیگه ای رو ما از چشم راوی میبینیم دیگه، چون راوی یه علاقه ای به زنش داره، اینو خودش میگه و از طرفی راوی نمیخواد در مقابل زنش کم بیاره از نظر قدرت. وقتی از اون جنبه‌ای که به زنش علاقه داره و به زنش داره نگاه میکنه، روایتش میکنه نگاه کنیم، یعنی در واقع از چشم راوی با توجه به اون جنبه نگاه کنیم به زنش، بله این صحبت شما میتونه درست باشه، مثلا اون زن کلیشه‌ایه نمیدونم فلان. اما از جنبه دیگه اگه بهش نگاه کنیم، اتفاقا وقتی که مرد احساس ضعف نمیخواد بکنه، اون زن رو نشون میده، اون زن مستقل به نظر میاد، اون زن اتفاقا مطالباتش خیلی هم معقول و منطقیه، بهش حق هم میدیم. میدونید یعنی یه چیز دوگانه اینجا، یه فاصله گذاری وجود داره که ما از این دو بُعد باید نگاش کنیم. اگر ممکنه چند خط به انتخاب خودتون از کتاب خم برامون بخونید. یه بخش خیلی کوتاه رو براتون میخونم. خطر برای من احضار شده بود، آرزویم آن را احضار کرده بود، چون روی آرزویم پافشاری میکردم، اما همانطور که دلم نمیخواست با آرزویم آرزوی کسی را نابود کنم، دلم نمیخواست کسی با آرزویش آرزویم را نابود کند. اما خود این هم که نمیخواستم آرزویم را کسی نابود کند، آرزو بود، آرزویی که باید برای تحقق آن قدرت داشتم، قدرتی برابر یا حتی فراتر از قدرتی که آرزویم را خواسته یا ناخواسته تهدید به نابودی میکرد. کار همیشه وقتی خراب میشد که آرزوها خواسته یا ناخواسته به مرزهای هم تجاوز میکردند. زیاد خواه می شدن. اما واقعا زیاد خواه می شدن. اکران فیلم جهان با من برقص که با شیوع کرونا و تعطیلی سینماها متوقف شده بود، حالا اثر گرفته شده. جهان با من برقص اولین کار سروش صحت کارگردان فیلمه. آقای صحت کارش رو در کنار جمعی از با استعدادترین کمدین های بعد از انقلاب آغاز کرد. اون در 20 سال گذشته به عنوان فیلمنامه نویس، بازیگر و کارگردان فعالیت کرده. سروش صحت قبل از ساخت جهان با من برقص چندین مجموعه تلویزیونی رو کارگردانی کرده بود. به همراه فرید اسماعیل پور منتقد سینما مروری میکنیم بر جهان با من برقص. فیلم جهان با من برقص داستان مرد میانسالیه که دچار یه بیماری لاعلاج شده و آخرین روزهای عمرش رو میگذرونه و دوستانش به این بهانه همه در خونه باصفایی که در شمال داره جمع میشن تا در کنارش باشن توی دقایق و لحظات آخر، و عملا ما با داستان‌ها و روابط این دوستان هم با جهان و هم با خودشون مواجه هستند. آقا 10 نفر آدم اینجا، چرا باید زبون برسه به شما؟ من شاید این آخرین زبون زندگی باشه. حالا یه چیزی گفتم، بده زبون بخوری. خیلی عزیزم. ولی بچه رس من حالم خوب نیستم. رضا سکته نکنه. ای بابا خفشین دیگه، حالا همه برای ما مریض شدن که آخرین کله پاچه زندگیشه. رضا مریض نشم، سکته نکن، نمیکنم. ترکیب بازیگران و بازیها در فیلم از نقاط قوت فیلم هستش. استفاده از بازیگران نامدار در کنار بازیگرانی که کمتر نامدار هستن و هماهنگی بازیها، هماهنگی لحن بازیها و ایجاد ارتباط بین بازیگرها
یه کارکشتگی میخواسته و شناخت بازیگران میخواسته که به نظر من فیلمساز از اوتش بر اومده و فیلم تو این زمینه درخشانه. شکل فیلمنامه در فیلم جهان با من برقص یه شکل ویژه و به نظر من جسورانه است، از این جهت که در ابتدای فیلم و فیلمساز دستش رو برای ما باز میکنه، میگه همه ما داریم اینجا جمع میشیم چون جهان داره ما رو ترک میکنه. بنابراین اون انتظارات کلاسیکی که ما از فیلمنامه سپرده‌ای داریم، نقاط اوج، عطف، به اون شکل معمول اتفاق میتونن نیفتن تو این. بیشتر قرار یک شهودی اتفاق بیفته، همه در جای جمع میشن تا به یک سوالی به آرامی خودشون به پاسخ یک سوالی برسن. کباده کشی و گبوری گگیری، کباده کشی و گبوری گگیری، ورزش بکنی زودتر میمیری، ورزش بکنی زودتر میمیری. در فیلم ما با یک سری پاساج های تصویری شاید بهتر باشه بگیم رویاها مواجهیم که عملا توی بافت اصلی داستان وجود منطقی ندارن. این سوال برای تماشاگر پیش میاد که این چیه؟ این رویاست؟ این خواب جهانه؟ این رویای فیلمساز حتی که ما باش مواجه شدیم؟ شاید اگر قرار بود این رویاها کمک کنه به فهم بهتر ما از شخصیت جهان، باید ارتباطی بین جهان با این صحنه‌ها میافتیم. مثلا جهان موزیسیانه یا جهان علاقمند موسیقیه و شاید یک معنایی پیدا میکرد این خواب‌ها یا رویاهای غریبی که براش داره اتفاق میفته در اطراف خونش و در طبیعت. نکته جالبی که توی فیلم جهان با من برقص وجود داره اینه که مرگ بیشتر یک بهانه است برای اینکه داستان و شخصیت‌ها گسترش پیدا کنن توی بستر این تم. و شاید اونقدر درباره مرگ و اون نگاهی که تو سینما ایران در فیلم‌ها به مرگ داریم در این فیلم قابل مشاهده نباشه. کاش نمی‌مردم رضا. یعنی در این فیلم مرگ یک امر الهی نیست. عملاً فیلمساز گسترش داده اتفاقات قبل از مرگو برای اینکه به مرگ بپردازه، تاکید کرده بر زندگی، بر روابط انسان‌ها و بر این بیهودگی این دشمنی‌ها یا دلخوری‌هایی که انسان‌ها قبل از مرگی که میتونه یه عدم محض باشه. مرسی بچه‌ها. چی نگاه می‌کنی؟ من چیکار با تو دارم؟ چشه تبش این بره. دو تا کام کمتر بگیر توهم نزنه. چیه باز دوباره؟ نسیم می‌خواست بیاد، بهش گفتش که نیاد. چرا؟ خب بگو یه ماشین بگیره بیا. نمیخواد جان. لحن طنز فیلم جهان با من برقص تماشاگر رو میخندونه، گاهی تلخ خند درست میکنه برای تماشاگر. من فکر میکنم این بیشتر از گذشته فیلمساز میاد به عنوان نویسنده، به عنوان کسی که کار طنز کرده و به خوبی از این چمدون و از این گذشته که همراهش بوده استفاده کرده برای ساخت فیلمش. شبیه ما. تو مریضی، منم مریضم. تو تنهایی، منم تنها. تو رفقات گاوم، رفقای منم گاو. ما گاویم؟ چرا در نمیزنی؟ رابطه جهان و دخترش نه تنها در پیش بردن داستان و بالاخره اون تغییری که جهان درش رخ میده و شاید اون پذیرشی که نسبت به مرگ پیدا میکنه موثره، بلکه امکانی رو در اختیار پدر قرار میده جهان در فیلم که از طریق دخترش خودش رو و دنیای بعد از خودش رو، نسل آینده رو بهتر بشناسه. آسا دنبال تو بود؟ بله. تو دنبال اون نبودی؟ من فرار میکنم آقا. من اصلا نمیخوام دنبتله ایشون بدم. شما اصلا بیاین اسمس های ایشون رو خودتون ببینین، همه 20 خط 30 خط. حالا جوابای من: گل، سپاس، چه صبح زیبایی. امروزه میدونیم که با توجه به اخبار عجیب غریبی که درباره تنش‌های شدید پدر و دختر تو بعضی از خانواده ایران میشنویم،
دیدن این رابطه اینجوری خیلی میتونه امیدبخش باشه و یه جایگزینی باشه برای روابطی که مبناش خشونت صرفا. چیشو دوست داری؟ همه چیشو. مثلا؟ هیکلش، حرف زدنش، چشماش که هرچی من اصرار میکنم میگه نه. فیلم جهان با من برقص از داوود بصری دارای یک کارگردانی خیلی منسجم و حتی در مواقعی مقیده، به این معنا که فیلمساز سعی کرده عموماً از نماهای ثابت استفاده کنه، عموماً قاب‌های خیلی فکر شده‌ای هستن و حتی ما با یک مینیمالیزم توی فیلم برداری مواجهیم، به این معنا که تمام زوائد دارن حذف میشن برای اینکه ما بیشتر اتفاقات صحنه یا تنش یا رابطه گاه پیچیده دو نفر یا چند نفر رو در این قاب ببینیم. گالری دلگشا در تهران نمایشگاهی از نقاشی‌های مصطفی سرابی برگزار کرده که جهان شخصی و ذهنی اونو بازتاب میده. نقاشی‌های اکریلیک سرابی با تکنیکی ساده و سرشار از رنگ‌هایی با خلوص بالا کار شدن. او گاهی عناصری از طبیعت رو با چهره خودش ترکیب میکنه و سمت و سوی سورئالیستی به نقاشی‌ها میده. اینجا درختی رو میبینیم که انبوهی از رنگهای سبزابی شاخه های اون رو پوشوندن و پرنده های سفید رنگ کوچکی روی هر شاخه نشستن. کار سرابی از اتفاقی شخصی مثل از دست دادن پرنده خانگی شروع میشه و در نهایت به نقاشی خوش رنگ تبدیل میشه. نمایشگاه درون، بیرون و دوباره درون از مرتضی بصراوی که ابتدا در گالری امروز در اصفهان و بعد گالری ایران شهر تهران به نمایش در اومد، مجموعی از حجم‌های ساخته شده از نمده. برخلاف کارکرد اصلی نمد و فرایند دشوار نمدمالی، حجم‌های بصراوی در قالب فرم‌های آزاد و معلق در سراسر محیط نمایشگاه پخش شدند. برخی از حجم‌ها اشیای سنتی مثل کوزه و مشک و همینطور لباس‌های محلی رو یادآوری می‌کنند و برخی دیگه فرم‌های انتزاعی‌ان که از ترکیب نمد با موادی چون چوب و فلز پدید اومدن. شهرزاد چنگلوایی هنرمند ایرانی ساکن نیویورک که در کارهاش مجسمه سازی رو با عکس، نقاشی، چیدمان، کلاژ و حتی هنر اجرا ترکیب میکنه. در کارهای چنگلوایی مفاهیم پیچیده با مواد و مصالح ساده‌ای مثل گل و کاغذ نمایش داده میشن. ما در تماشا سری زدیم به کارگاه شهرزاد چنگلوایی در نیویورک. کار من مجسمه است ولی این به شکل‌های مختلفی بروز می‌کنه، مثلا چیدمان، اجرا، حتی تصاویر دو بعدی درست می‌کنم. من قبلا با خط فارسی کار می‌کردم، اصلا پیشینه کاری من این بوده، تایپوگرافی و خط فارسی. یه مجموعه عکس از من هست که بیشتر دیده شده، مجموعه من تن وطن، که خب من اینا رو می بردم، این کلمه ها رو توی خیابون اینو می دادم به رهگذرا و ازشون می خواستم که یکی از اینا رو انتخاب کنم و تو دوربین نگاه کنم. بعدش که اومدم
از ایران بیرون متوجه شدم که دلم نمیخواد دیگه کار بکنم، به خاطر اینکه به اون جنبه تزیینی خط فارسی علاقه نداشتم. دیدم که خب مخاطب من نمیتونه اینا رو بخونه. کنار گذاشتن خط یا زبان فارسی برای من رفت به این سمت که من خیلی متوجه این شدم که خب من میتونم از کلمه به عنوان ماده استفاده کنم، ولی دلیل نداره کسی بدونه من دارم به چه زبانی حرف میزنم یا اصلا مهم باشه این مسئله. من شروع کردم یه سری کار ساختن که اینا تکه های گله که من توی دهنم میذارم، هر کدوم از اینا یک کلمه است، حرف میزنم و بعد در میارم از دهنم، بعد اینا رو با یه سری عکس های پیدا کردنی ترکیب میکنم و یه چیدمان هایی درست میکنم که خیلی شکستنی و کوچولو و ظریفن. برای من کار هنری کردن یه مقدار زیادیش شبیه به کنترل در آوردنه. بازم برمیگرده به وضعیت‌های موقتی فکر کنم که برای نسل من لااقل از بچگی بوده، که فکر می‌کنم این اینجوری نمونه، اینجوری نمونه، ولی خب آخرش هم که موند. چیدمانی درست کردم توی گالری که یه جوری مثل یک استخر کم عمقه که این تصاویر توش شناورن و این تصاویر رو حالا یه مقدارش از قبل بوده، یه مقدارش هم یک چاپگری روی نردبون نشسته و اینا رو چاپ میکنه، هی هر 20 دقیقه یه بار اینا سر میخورن میرن تو استخر. انزه خود من خیلی خنده دار بوده به خاطر اینکه این چاپگره در نقش یک فرمانده، مثل یک کسی که یه اختیاری داره اونجا نشسته داره این تصاویر چاپ میکنه، در حالی که واقعیت این طوره نیست، این فقط ظاهر ماجراست، پشت ماجرا این تصویرها داره از یه جای خیلی به شدت کنترل شده میاد. ولی خب چیدمان این تصویرها و اینکه چجوری کنار هم قرار میگیدن بسته به آبه، آب اینا رو تکون میده، کنار هم میذاره. و ضمن اینکه این کار من توی زمستون توی گالری گذاشتم و به خاطر هوا این یخ زد، وقتی یخ زد با مزه بود دیگه، اینا گیر افتادن، بعضی تصویر رو مثلا دوباره باز میشد دوباره تکون میخوردن، یه چیزایی بود که از دست من خارج بود. یه سری المان‌ها توی کار من فکر کنم تکرار میشه، مثلا دست، دود، آتش، آب. این المانا خیلی موقعا به وضعیت نامطمئن، موقتی، آشفتگی، بحران، به این چیزا اشاره دارن. توی کارا بعضی موقع دستایی میبینیم که روی هم گذاشته شده، خیلی منفعل، یه گوشه نشستن انگار دارن اطاعت امر میکنن، یا اونجور که ما تو فارسی میگیم دست رو دست گذاشتن، انگار یه فاجعه‌ای در حال اتفاقه ولی انگار که دستا بیکار نشستن یا دستا شدیداً در حال طلب هستن. توی این کار ما یه سری خورده های عکس، نوارای عکس می‌بینیم که کنار هم، تصویر کنار هم دیگه اومده. اینا از جاهای مختلفی اومده. مثلا یه اژدها از گوشه تصویر داره میاد تو، بعد ما دو تا فیگور توی نقاشی‌های قدیمی ایران می‌بینیم همدیگر بغل کردن. از اون ور یه خورده عکسی مونده که انگار دوباره دو نفر همدیگر بغل کردن، دارن میدونن، بعد کم کم یه چند تا اسب اومدن تو. این شبیه یک رزمیه. خب مثلا این دوتا زن که همدیگر بغل کردن یه عکس از زنای ایزدی که داشتن میجنگیدن. اون اسبی که یه قطعه بزرگش توی کاره، مثلا یه عکسی که من تو شیراز روبروی آرامگاه سعدی گرفتم. خود این نقاشی دیواری که روبروی آرامگاه سعدی بود از یه نقاشی مینیاتور قدیمی میاد. اینا یه جوری به لحاظ شکلی به هم ربط پیدا میکنه ولی ما رو بر میگردونه به سمت قصه های هر کدوم از ماها. موسیقی
هرچی بیشتر پیش رفته من سعی کردم راه حلایی پیدا کنم که پروسه و روند کارم رو بیشتر شریک بکنم مخاطب و توش، به جای اینکه یه محصول نهایی بهش بدم. اصلا اون محصول نهایی راستش رو بخوای اصلا برای من جالب نیست. چطور میشه مخاطبی از هر جا با هر پیشینه رو در یه حدی با کار رابطه بهش داد؟ این مسئله شاید هر آرتیستیه، هر هنرمندیه، ولی هنر معاصری که اینقدر به هویت و حتی سواد ربط داره، این کار خیلی کار آسونی نیست. قواعد زیبایی شناسی قدیمم دیگه راستشو بخوای خیلی به کار نمیاد. برای من همیشه پیدا کردن این راه حلای جدید خیلی جالبه. آیا میشه ما واقعا امیدوار باشیم که میشه چیز جدیدی رو درست کرد و بهش گفت زیبا؟ به پایان برنامه رسیدیم. ممنونم که با ما بودید. یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی وبسایت و یوتیوب بی بی سی فارسی دوباره ببینید و گزارش هاش رو هم میتونید روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا هفته دیگه، خداحافظ.